توی 365 کتاب قرار هر روز با هم خلاصه یکی از بهترین کتاب رشد، توسعه فردی و کسب و کار رو بشنویم. اینجوری ظرف یک سال کول باری از اطلاعات و دانش مفید داریم و قطعا دیگه اون آدم سابق نیستیم. توی این سفر با ما هم راه باش. همون قدری که بقیه رو دوست دارین، خودتون رو هم دوست داشته باشین حتما الان دارین فکر میکنین که درست شنیدم همیشه برعکس این جمله رو نمیگفتن مسئله پیترسون هم همینه اینکه واقعیت چیز دیگه و شما همیشه از دیگران بهتر مراقبت میکنین تا از خودتون دلیلش هم اینه که ما معمولاً از عیبای خودمون خبر داریم و فکر میکنیم که لایق مهربونی، مصبت اندیشی و مراقبت از خودمون نیستیم. کریس واس یکی از برجسته ترین اساتید فن مذاکره توی دنیاست. واس افسر بازنشسته سازمان اف مهارت واس توی مذاکره و بازجویی اینقدر زیاد بوده که سختترین و پیچیده ترین پرونده ها رو به اون میسپردن. تئودور روزولت یکی از عواملی که باعث محبوبیتش شده بود رو صدا کردن کارمنداش به اسم کوچیک میدونه. این حس خوب رو هممون تجربه کردیم مثلا وقتی میریم یه سوپرمارکتی بعد ساب مغازه ما رو میشناسه و اسممون یادشه خوشحال میشیم. <متصفيق> اگه میخواین به موفقیت دست پیدا کنین و آدم تأثیر گذاری باشین باید ریشه همه چی رو در درون خودتون پیدا کنین. افراد به دو دسته تقسیم میشن. روباه و جوجه تیغی. روباها به جهان اطرافشون نگاه میکنن و پیچیدگی های اون رو میبینن. اونها اهداف مختلفی رو همزمان دنبال میکنن. مکار هستن ولی توانایی پیروزی در برابر دفاع ساده جوجه تیغی رو ندارن. اگه حس میکنین که همیشه وقت کم میارین، اگه دوست دارین به نظمی قابل قبول دست پیدا کنین و دنبال راه حلی هستین که به شما توی زندگیتون جهت بده، خوندن این کتاب رو به شما پیشنهاد میکنیم. کال نیوپورت توضیح میده که کارهایی که نیاز به تمرکز زیاد دارن ارزشمند و پرثمر هستند. با این وجود اکثر افراد با حواسپرتی و فشار اجتماعی روبرو میشن که موجب انجام کارهای سطحی میشه. رولف دوبلی در بخشی از کتاب میگه پشت سر هر نویسنده موفق میتوانی صد نویسنده دیگر را پیدا کنی که کتابهایشان هرگز به فروش نمیرسد. پشت سر آنها هم صد نویسنده دیگر هست که ناشری پیدا نکردند. پشت سر آنها هم باز صد نفر دیگر که دست نوشته های ناتمامشان روی تاخچه خاک میخورد و پشت سر آن هم باز صد نفر دیگر هست که رویای این را دارند که روزی کتابی بنویسند. والتر ایزاکسون نویسند و زندگی نام نویس آمریکایی. تا الان ایزاکسون زندگی نامه استیو جابز، انیشتین، لئوناردو داوینچی و بنجامین فرانکلین را نوشته. این کتاب یعنی زندگی نامه استیو جابز بعد از درگذشته او در, در اکتبر 2011 منتشر شد و به پرفروشترین کتاب سال تبدیل شده اگه توی زندگیتون هیچ مشکلی ندارین مطمئن باشین که اهداف بزرگی توی سرتون نیست و کارهای بزرگی انجام ندادین